بریم سراغ بخش دوم لایه ها. بذارید من دو تا عکس باز بکنم به عنوان نمونه. این رندر و این رندر رو داریم. میبینیم که هر تبی که باز میشه، یعنی هر عکسی رو ما اوپن میکنیم، یه دونه لایه به عنوان بک‌گراند وجود داره که دقیقا همون عکس ما هست و ما میتونیم یکی از این عکس ها رو بگیریم، بکشیم و توی عکس دیگه رهاش کنیم. خب میبینیم که در قالب یک لایه جدید اومد اضافه شد و هر چقدر من دارم جابجا میکنم میبینیم این محدوده ترانسپرنته، یعنی هیچ چیزی وجود نداره و محدوده خالی عکس ما به حساب میاد. خب ببینید، بریم سراغ معرفی این ابزارها. لاک یا قفل کردن. مناطق ترانسپرنت مناطقی هستن که وجود دارن ولی هیچ چیزی دیده نمیشه و ما میتونیم پشتش رو ببینیم. مثل همین تک لایه‌ای که ایجاد میکنم کاملا ترانسپرنت. الان یک لایه کامل اینجا ایجاد شد. حالا من میتونم با یک رنگ مشکی بیام مثلا با یک گرادیانت اینجا رو بکشم. دقت کنید این لایه رو من کشم، اگر هایدش بکنم لایه پایینی هست. اوکی، پس قبل از اینکه من چیزی بکشم اینجا صفحه وجود داره ولی من نمیبینمش. پس مناطق ترانسپرنت به این معنی هستش. خب اگر من براش رو انتخاب بکنم و بیام اینجا ترسیم بکنم خطی رو، ببینید هم روی عکس دارم میرم هم تو منطقه ترانسپرنت دارم میرم، فرقی نداره، بر من داره میکشه. اگر من این کلیک رو بزنم و آن بشه قفل میشه. چه جاهایی؟ مناطق ترانسپرنت. یعنی وقتی من الان میام بکشم تو مناطق ترانسپرنت دیگه کشیده نمیشه. مجدد قفل رو برمیدارم، میبینیم که تو مناطق ترانسپرنت داره کشیده میشه. این یکی لاک پینته، یعنی وقتی من با براش میخوام پینت بکنم، بکشم، هر چیز رو بکشم، چه تو مناطق ترانسپرنت چه مناطق تصویردار، اجازه نمیده، به هر حال قفل میکنه عملیات براش من رو. یکی لاک در خصوص موو هست، یعنی من میتونم بکشم چه مناطق ترانسپرنت چه جایی که عکس هستن، یا هر کاری که بخوام میتونم انجام بدم، هر تغییری بخوام، تکست میتونم بذارم یا هر چیز دیگه ای، منتها من نمیتونم موو بکنم. این لایه به هیچ وجه جابجا نمیشه، در حالی که اگر این تیک نخوره میبینیم که لایه داره در حال حرکت هست و عملیات خودش رو انجام میده. حالا اگر این قفل رو بزنم تمامی عملیات برای لایه ها قفل میشه، یعنی هیچ فرقی نمیکنه چه من بخوام موو بکنم چه بخوام براش استفاده بکنم یا هر چیز دیگه. بنابراین اینا به صورت تخصصی میتونیم فقط بخشی از کار رو لاک بکنیم و یا کلن تمام عملیات رو لاک بکنیم. فیل این همون اوپاسیتیه. دقت بکنیم وقتی من فیل رو کم میکنم شفافیت یا وضوح لایه رو کم میکنیم و یا 100% زیاد میکنیم. اگه من اینجا اوپاسیتی رو کم میکنم دقیقه این همون عمل رو داره بر ما انجام میده. خب چه فرقی دارن این دوتا پس با هم؟ ببینید من اگه این لایه رو اینجا قرار بدم، من دوبار کلیک اینجا میکنم که لایر استایل رو داشته باشم، مثلا یه بیول میدم و یه دراپ شادو. اوکی، مثلا یه قالب ساختم برای همین عکسم. حالا وقتی من این رو از طریق فیل کم میکنم تأثیر عکس رو از بین میبریم ولی اون لایر استایل تأثیرش میمونه، حتی اینجایی که برای اون خطوط من لایر استایل ساخت. مجدد برمیگردم روی سد، ولی اگر اوپاسیتی رو من کم بکنم لایر استایل و تصویر لایه با هم محو میشه. تقریبا میشه گفت خیلی پرکاربرد نیست این که از فیل استفاده کنیم. معمولا 98-99% مواقع همه کارها با اوپاسیتی کم میشه. خب قطعا وقتی وضوح این تصویر بخواد کم بشه باید اون قابش هم کم بشه یا هر چیز دیگه باید کم بشه. به خاطر همین بسته که به نوع کار داره، به ندرت دیدم که بخوان از فیل استفاده بکنن. پس لایر استایل ها رو ثابت نگه میداره ولی اوپاسیتی همه چیز رو کاهش میده. خب اینا چی هستن؟
ببینید اینا فیلتر کردن نمایش محدوده لایه ها هستن. یعنی وقتی شما فرض بکنید اومدید یک تکستی رو اضافه کردید به کارناکو، یک لایه جدید اضافه شدش، مثلا آزیمود، بعد یه دونه از این اجاسمنت ها که جلوتر بهتون معرفی میکنم رو اومدید اینطوری اضافه کردید به کار، میبینید دیگه خیلی داره شلوغ میشه و بعدا بخواید توی بین این همه لایه‌ای که دارید پیدا کردن موضوعات یک دست، مثلا تکست ها، مثلا اجاسمنت ها، اینا براتون سخت میشه. حالا اگه من از شیپ ها هم استفاده کنم، اینجا هم یک شیپ میسازم، ببینید یک شیپ هم اضافه شد. خب من با اینجا میتونم خیلی راحتتر دستبندی بکنم. مثلا فرض بکنید تکست ها رو میخوام، روی این که کلیک بکنم اونا رو پاک نمیکنه، فقط هرچی تکست من توی پروژه به کار برده باشم رو برای من میاره نمایش میده توی محدوده لایه ها. مثلا علاوه بر تکست ها من میگم شیپ ها رو هم به من نشون بده. اوکی، من شیپ رو اگه بردارم، تکست هم بردارم، ببینید همه چیز رو داره به من نشون میده و خیلی شلوغ هست. مثلا میگم فقط اجاسمنت ها، دقیقا همین اجاسمنتی که ما اومدیم اینجا اضافه کردیم، فقط اجاسمنت ها نشون داده میشه. اینجا هم فقط تصاویر، عکس ها میاد دیگه، نه خبری از تکست هست نه شیپ ها. میتونم بگم تصاویر باشن و شیپ و تکست و حالا اجاسمنت ها هم باشه. با این کلیک من میتونم کلن همه رو غیر فعال و فعال بکنم. ببینید این فیلتر برای اسمارت آبجکته. اسمارت آبجکت چیه؟ اگر من تصویر داشته باشم، بذارید من F12 رو میزنم که ریسیت بشه، این عکس رو میارم روی این عکس میذارم، من اگه کنترل رو بگیرم و دکمه T روی کیبورد رو بزنم، اطراف عکس من یه ابزارهای یه گیزموهایی قرار میده که این هندل رو من میتونم کوچیک بکنم، بزرگ بکنم و تصویرم رو تغییر بدم سایزش رو. فرض بکنید من اینقدر کوچیک میکنم، میارم اینجا یه عکس خیلی کوچیک، اینتر میزنم، عکس خیلی کوچیک شد. حالا اگه کنترل رو بگیرم مجدد تی رو بزنم و بخوام این دفعه بزرگش بکنم و اینتر رو بزنم، میبینم خیلی از کیفیت رو من از دست دادم. اما اگر همین عکس رو من روش راست کلیک بکنم و کانورت بکنم، تبدیلش بکنم به اسمارت آبجکت، یه علامتی کوچیک اینجا گذاشت. خیلی خب، حالا اگه کنترل رو بگیرم تی رو بزنم کوچیکش هم بکنم، هر چقدرم کوچیکتر از اون قبلیه، اینتر هم بزنم، کنترل بگیرم تی رو بزنم و وقتی بزرگش بکنم، کیفیت بر من ثابته. پس convert to object این کمک رو به من میکنه که بتونم اون ابعاد و اندازه تصاویر رو و لایه ها رو، حالا هر چیزی میتونه باشه، میتونه تکست باشه، میتونه هر لایه‌ای باشه، رو ثابت نگردارم. و این فیلتر هم برای این هستش که فقط لایه‌هایی که convert شدن به smart object رو من داشته باشم. البته چند تا توانایی دیگه هم داره این convert to smart object که بعدا من بهشون میپردازم و کاربرد بسیار زیادی داره. هرچند وقتی شما این تبدیل رو انجام میدید، ارم زیادی از حافظتون گرفته میشه، حجم فایلم سنگین میشه. به خاطر این فقط مواردی که احتیاج دارید سایز کوچیکتر بشه، بزرگتر بشه، مدام سایز تغییر بکنه، این کارو انجام بدید. این دکمه هم برای فعال و غیر فعال کردن تمامی این ابزارا بودش و اینجا هم میتونیم ما بر اساس مثلا مودها یا افکتایی که استفاده کردیم دستبندیشون بکنیم، که معمولا خیلی کم استفاده میشه از همینا ما استفاده میکنیم. اما گزینه ای که اینجا میمونه این مودهای بلند هست یا مودهای ترکیب. ما همیشه تصاویر رو کامل داشتیم روی تصویر بک‌گراندمون یا تصاویر زیر لایه‌های زیرین میدیدیم به همون صورت عادی. یه چیزم بگم، هر وقت کانورت شد تو اسمارت آبجکت، شما میتونید راست کلیک بکنید، دوباره رسترایز رو بزنید، دوباره برمیگرده سر حالت اولش. خب من دارم این لایه رو روی اون لایه زیرین میبینم به صورت نرمال یا عادی.
من میتونم بگم بر اساس حالات مختلف این لایه با لایه های پایینیش یا لایه پایینیش ترکیب بشه. دستبندی های مختلفی وجود داره، مثلا هیو سچوریشن، کالر لومیناسیتی در زمینه ترکیب رنگ ها و نورهای پروژه هستش، لایتن و دستبندی اون در خصوص روشنایی ها هست و دارکن در خصوص تیرگی ها هست. به چه معنیه؟ فرض بکنید من دارکن رو انتخاب بکنم. ببینید بر اساس مود دارکن اومد این لایه رو ترکیب کرد با لایه پایینی. یعنی چی؟ یعنی مناطق دارک رو یا تیره رو بر من نگه داشته. اگه من اینو مجدد برگردونم نرمال، ببینید مناطق تیره کجاست؟ این حواشی هستش، اینا هستن، این تابلوها هست. وقتی من میگم دارکن و انواع اقسام دستبندی های اون، تیرگی ها رو برای من نگه میداره. حالا اگر من دوباره برگردونم نرمال، بخوام از لایتن استفاده کنم و دستبندی های مربوط به اون، یعنی روشنایی ها دقیقا معکوس اون دارکنه. وقتی من لایتن میکنم روشنایی ها رو نگه داشت. ببینید اون تابلو جاشو خالی شده و من دارم اون پایین رو میبینم. دقت کنید من دارم تصویر این پتو رو میبینم از اون پشت. دقت کنید اینجاها که اگه من بیارم اینجا دیده بشه، اینجاها که پرده حالت تیره داشت رو من بیارم اینجا، چون لایتن هست به این صورت دیده میشه و اون داره حذف میشه و من اینجا نگاه کنید لایت ها رو ثابت نگه داشتم، در حالی که ببینید اینجا قرار دارن. یعنی بر اساس حالات مختلف این لایه ها رو ترکیب کن با پایین. همین مثلا هیو رو من بزنم بر اساس رنگ ها هست. شما حالا میتونید با اروکی ها به سمت بالا و پایین تست بکنید هر کدوم از لایه ها رو، ببینید چه جوری تاثیر میذاره توی ترکیبشون. از این لایه بلندینگ مود ها ما خیلی استفاده میکنیم، ولی بذارید سر پروژه خاصش تو سطوح پیشرفته تر توضیح بدیم. صرفا بدونید که این کارش ترکیب بندی این لایه ها بر اساس حالات مختلف با لایه های پایینیشه. به همین حد بسنده میکنیم. انشالله تو دورهای پیشرفته تر مثال های خیلی کاربردی میزنیم که بسیار پرکاربردی تو تمامی زمینه های تخصصی فتوشاپ. هیچ فرقی نمیکنه شما کاربری معماری بخواید و یا عکاسی یا هر چیز دیگه. از این بخش دیگه میمونه چنل ها. چنل ها چی هستن؟ بذارید من اینو پاک بکنم، این عکس رو داشته باشیم بهتر متوجه شیم. چنل ها کانال های R, G, B هستن، Red, Green, Blue. تمامی تصاویر بر اساس تصاویر رنگی بر اساس رنگ های قرمز، سبز و آبی به وجود میاد. حتی اگه شما اینجا آبی نمیبینید، سبز نمیبینید یا قرمز نمیبینید، ولی تو صحنه به کار رفته. مونیتور شما، تلویزیون شما، همه اینا بر اساس RGB دارن کار میکنن و این کانال ها هستن و تمامی رنگ های دیگه از ترکیب اینا داره به وجود میاد. به عنوان مثال من اگه بلو رو بزنم، بذارید اینا رو حذف بکنم، الان فقط رد رو داریم، مناطق تیره و روشن، نشون میده که چه مقدار رد به کار رفته. گرین و بلو که اینا با هم ترکیب بشن RGB یا یک تصویر رنگی رو بر ما به وجود میارن. خیلی کم استفاده میشه از این بخش، صرفا برای اینکه بدونیم توی تصویر ما چه مقدار از طیف قرمز، رنگ و سبز و آبی استفاده شده که بعدا توی اجاسمنت ها بتونیم کارهای پیشرفته تری انجام بدیم. خیلی مهم نیستش این بخش. پث رو داریم. پث یا همون مسیرهایی هستش که قبلا اینجا یاد گرفتیم. فرض بکنیم من اینجا یک شیپ میکشم، میام اینجا یک مسیر میکشم یا هر چیزی، در قالب یک لایه اینجا میذاره و توی پث هم برای من اون رو قرار میده که توی بحث گرافیس هست و تخصصی تر راجع به اون موضوع میشه توی دوره‌ای که در آینده اگه برای گرافیک در زمینه گرافیک و گرافیست ها ما بخوایم بسازیم توضیح بدیم. کار خاصی انجام نمیده، فقط لایه اون رو نشون میده که در قالب وکتور هستش و در زمینه شیپ هاست. این از بخش لایه ها.